استاد جلال زلفنون در سال 1316 در شهرستان آبادی از استان فارس متولد شد و در کودکی با خانواده به تهران آمد. تار پدر و ویولن برادرش او را با موسیقی آشنا کرد و از 10 سالگی به نواختن سه‌تار پرداخت. برای ادامه موسیقی به هنرستان موسیقی ملی رفت که در آنجا سه‌تار مورد استفاده نبود و او اجباراً ساز تار را برگزید، ولی همچنان به نواختن سه‌تار ادامه می‌داد. در هنرستان از رهنمودهای مرحوم موسی خان معروفی در زمینه تکنیک سه‌تار برخوردار گشت و به این ترتیب 8 سال آموزش وی در هنرستان به فراگیری سه‌تار، تار و ویولن گذشت. همزمان با تأسیس رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبا بدانجا راه یافت و با شخصیت‌های ارجمندی نظیر مرحوم برومند و دکتر داریوش صفوت آشنا شد و شناخت تازه‌ای از موسیقی اصیل و امکانات وسیع ساز سه‌تار کسب کرد. در ادامه راه از روش‌های اساتیدی چون مرحوم صبا و مرحوم ارسلان خان درگاهی بهره فراوان یافت. پس از اتمام دانشکده در همانجا و نیز در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ملی به تدریس سه‌تار پرداخت. استاد زلفنون به همراه هنرمندان طراز اول در چندین کنسرت و جشنواره داخل و خارج از کشور شرکت نموده است. مکتب موسیقی زلفنون با داشتن سوابق ارزنده فرهنگی و هنری خود 45 سال کار تدریس و تربیت شاگردان موفق و کارآمد، تألیف 7 کتاب علمی و آموزشی در زمینه موسیقی و ارائه 10ها کنسرت کاملترین و مورد اعتمادترین بنیاد فرهنگی در جهت حفظ و توسعه و تعالی فضای موسیقی ایرانی است. استاد زلفنون در روز 28 اسفند ماه سال 1390 شمسی درگذشت و به دیار باقی شتافت و به وصیت خودش در قبرستان امامزاده طاهر شهر کرج دفن شد. روحش شاد و یادش جاودان و گرامی.
من که را پیر تو را بودم که دیرم میشکم یا چه کردم که نظر جانم به تو مشغول نظر برکنم تا منونم حریم پای که تو منظورم تا منونم حریم پای که تو Thank you.
میگیم.